با یک ویدیوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این ویدیو قصد داریم به حاشیه های جدید خانم بازیگر ریحانه پارسا با روزبه بمانی بپردازیم. اگر علاقه‌مند به دیدن این ویدیو هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. بعد از جنجال جدایی ریحانه پارسا از همسرش مهدی کوشکی، این بار این بازیگر جوان و جویای نام جنجال دیگری به پا کرده. هنوز جنجال طلاق و جدایی ریحانه پارسا از همسرش مهدی کوشکی نخوابیده بود که ماجرای جدیدی که اگر صحت داشته باشه میتونه برای روزها به عنوان خبر داغ سایت ها و کانال ها باشه. موضوع از این قراره که عکسی از ریحانه پارسا در حال رانندگی در کنار روزبه بمانی خواننده و شاعر منتشر شده و مشخص نیست این عکس در کجا و در چه زمانی گرفته شده است. اما آقای روزبه بمانی کیست؟ روزبه بمانی متولد 7 آذر 1357 در تهران هستش. او شاعر و ترانه‌سرا و خواننده است. فعالیت هنری خود را با بهروز صفاریان آغاز کرده و به عنوان ترانه‌سرا سابقه همکاری با هنرمندان نامی ایران از جمله آقای معین، داریوش، گوگوش، منصور، سعید شهروز، محسن چاوشی، بهنام صفوی، محمد اصفهانی، احسان خواجه امیری، کامران هومن، محمد علیزاده، فرزاد فرزین، محسن یگانه، مهدی یراهی و کاوه یغمایی، بیژن مرتضوی و پویا را در کارنامه هنری خودش داره. روزبه بمانی در جوانی فوتبال رو به طور جدی دنبال میکرد. عضو تیم جوانان استقلال تهران بود و تا اردوی تیم ملی جوانان ایران در فوتبال رشد کرد. اما او فوتبال رو ادامه نداد و به تحصیل در رشته مهندسی متالورژی مشغول شد. پس از مدتی از تحصیل در این رشته انصراف داد و دانشجوی رشته مهندسی نرم افزار شد و این رشته رو نیز به پایان نرساند. در ادامه او به تحصیل در رشته ادبیات فارسی پرداخت. میخواستم از طریق این متن جوابی بدم به حواشی به وجود اومده برای من و آقای روزبه بمانی در مسیر بازگشت از یک قرار کاری مشترک با حضور مدیر برنامه هاشون که فرد بیوجدانی با قصد اخاذی فیلم بسیار کودکانه‌ای در مسیر از ما گرفته و طلب مبلغی برای انتشار ندادن این فیلم کرد که مورد بعضی قضاوت‌های بسیار نوجوان مردانه‌ای در فضای مجازی قرار گرفت. لازمه بگم از طریق قانونی در پی برخورد قضایی با این فرد هستیم. از دوستان همراه در فضای مجازی خواهش می‌کنم با معنا دادن به یک تصویر بسیار ساده و قضاوت آدم‌ها با آبروی اونها بازی نکنند. ریحانه پارسا در پایین این پست نوشت هشتگ قضاوت نکنید. ریحانه پارسا که با انتشار یک عکس دو نفره با آقای مهدی کوشکی در ابتدای شیوع ویروس کرونا این چنین نوشت: احتمال در این قرنطینگی و با خبر ازدواجش در پیجش همه رو شوکه کرد. اما چند ماه از این ازدواج پر سر و صدا در پیج اینستاگرامش نگذشته بود که یهو خبر طلاقش رو رسانه‌ای کرد. جالبه بدونید که طلاق زوج جنجالی باعث شد تا شاهد افزایش چشمگیر فالوورهای ریحانه پارسا و مهدی کوشکی در فضای مجازی و به طور ویژه اینستاگرام باشیم. حذف به یک باره عکسای دو نفره ریحانه پارسا و همسرش مهدی کوشکی در صفحات اینستاگرامشون شائبه جدایی این دو بازیگر را تقویت کرد. اما ریحانه پارسا خبر جداییش از آقای مهدی کوشکی رو در پیج اینستاگرامش با انتشار یک استوری این چنین در فضای مجازی جنجالی کرد و این چنین گفت: سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خواستم که به واسطه این ویدیو تشکر کنم ازتون بابت این مدت که از طریق زنگ دایرکت و پیامتون نگران من بودید و بگم که حالم خیلی خوبه و بی نهایت ممنونم ازتون بابت پیگیریتون. امیدوارم آقای کوشکی هر جا که هستن حالشون خوب باشه و سلامت باشه. خوب باشه. مرسی. اما جالبه بدونید که ریحانه پارسا هم بچه یه طلاقه.
ریحانه پارسا با انتشار عکسی از کودکیش یادآور شد که فرزند طلاق هستش. ریحانه پارسا در مورد کودک طلاق این چنین گفت: برچسب 13 ساله پیشانی من، از روزی که همراه با بابا به مقصد خانه مامان بزرگ برای زمان نامعلومی خداحافظی کردیم، این روز شمار شروع شد. تیر امسال 13 سال می شود که دیدن و پدر و مادرم برای یک لحظه کنار هم حسرت من هستش. من چند سال در محله پایین شهر تهران در خانه مامان بزرگ که بچه طلاق نوعی فوش بود و گاهی زخم زبان فامیل های بابام قد کشیدم. مدت کمی است به خواست خودم تصمیم به درمان روح و روان خود گرفتم تا حفره هایی که سالیان از زیر خاک مانده را پر کنم. محرومیت عاطفی، جدیترین طرحواره من، کشف مشاور و من. زمان اصلی شکل گیری دوران کودکی، یعنی درست زمانی که وسط میدون جنگ های رخ نداده بودم و بوی ترکش های خیال مامان بابای خانه در اتمسفر خانه به وضوح قابل تشخیص بود. خانه‌ای که هنوز یادش می افتم از بیمهریش می لرزم. این رو در روی با واقعیات ریشه شکل گرفتم بخشی از درمان روان من است. اینها رو نوشتم تا بگویم آنچه حق زن است، حق ازدواج است، حق آزادی عمل قبل از تعهد، حق دل بستن و فرصت داشتن برای یگانه شدن با شریکی که پیمان آسمانی ببندد. پدر و مادر من توافقی جدا شدند و این میمون‌ترین اتفاق ممکن بود که زندگی به من هدیه داد. فرصت زیستن با شرایطی جدید، درک مفهوم عمیق تنهایی، استقلال بر اساس نفس خود. آنچه درد داشت و زخم ماند، نداشتن حق ازدواج بر پایی عشق برای نسل مادرم. آنچه مرا گاهی از شدت خلأ به هیجان وامی دارد، عدم وجود عشق در نطفه من است و تلاش مضاعف برای ساختن عنصری به نام عشق با متریال بیگانه. طلاق اگر بد است، ازدواج بدون عشق فاجعه است. اما پشت پرده ماجرای ریحانه پارسا و مهدی کوشکی. نمیتوان ماجرای مهدی کوشکی و ریحانه پارسا را قضاوت کرد. برخی مدعی‌اند که اقدامات مهدی کوشکی و ریحانه پارسا نوعی نمایش واقع نما بوده، به این صورت که این دو قصد دارن از طریق به نوعی واقعی جلوه دادن طرح نمایش خود موجب شهرت بیشتر خود بشن. حواشی مربوط به ریحانه پارسا و مهدی کوشکی در حال بیشتر شدنه. از همان ابتدا حاشیه‌های فراوانی اطراف این زوج بازیگر وجود داشت. بسیاری اختلاف سنی این زوج و ازدواجشان را در اوج شیوع ویروس کرونا را سوژه توییت‌ها و پست‌های اینستاگرامی می‌کردند. با این حال اوج ماجرا از توییت ریحانه پارسا آغاز شد. ریحانه پارسا با انتشار یک توییت در پیج توییتر خودش این چنین نوشت: حق طلاق رو نمیدید به زناتون، بعد اسم خودتون رو هم گذاشتید من. این توییت بسیار جنجالی بود و مهدی کوشکی، همسر ریحانه پارسا، در ویدیوی کوتاه در استوری اینستاگرام اعلام کرد: سلام، ایشالله که حالتون خوب باشه. این روزا به خاطر توییتی که ریحانه انجام داده، یعنی گذاشته تو توییتر، خیلی از من سوال میشه که حق طلاق چجوریه و اینا. من خیلی اعتقاد دارم که حق طلاق با مرد 100% و اصلا چه لزومی داره که حق طلاق با زن باشه. به نظر من این ایده خیلی درستیه که حق طلاق با مرد باشه و به قول معروف قدیمی ها زن باید با لباس سفید بیاد خونه بخت و با کفن سفید هم بره. چاکریم، این ایده منه. با این حال این استوری پایان ماجرا نبود و قضیه همچنان ادامه یافت که حتی مهدی کوشکی اعلام کرد که کنترل اینستاگرام همسرش رو از او گرفته. آیا پای یک شو در میونه؟ گمان زنی ها درباره حواشی کوشکی و پارسا بسیار گسترده بود. روزنامه فرهیختگان در خبری مدعی شد که اقدامات این زوج بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و شوی بیش نیست. برخی کاربرهای توییتر از این نظریه حمایت کردند. کاربری درباره این احتمال نوشت: به نظر من ماجرای توییتر ریحانه پارسا و استوری مهدی کوشکی یه بازی تبلیغاتیه برای تئاتر یا فیلم.
اینجور حرفا با واکنش سریع مخاطب و وایرال شدن شدید همراهه و خب اگر حدسم درست باشه دقیقا به هدفشون رسیدن. حالا باید دید چقدر نظر من میتونه درست باشه. نظر شما چیه؟ دوستان عزیز، لطفا نظراتتون رو در کامنت ها برامون راجع به این قضیه و حواشی مهدی کوشکی و روزبه بمانی با ریحانه پارسا رو بنویسید و لطفا این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان مقیم انگلیس و آمریکا و کانادا و همچنین شهرهای مختلفشون لطفا شیر بکنید و لطفا لایک و سابسکرایب و کامنت رو فراموش نکنید. منتظر ویدیوهای جدید و بعدی ما باشید. با تشکر از همراهی همیشگیتون.